دشمن های مردم افغانستان از کی میترسه؟ از مردم با قلم. و همیشه گفتیم باز میگم که در پشت هر گروه تروریستی یک کشور بزرگ استاد است. بسیر شما تو فکر نکنید که یک نفر سر به خود میره خود بم میمانه و یک جای خود انفجار میتنه. یه همش سازمان یافته است از طریق استخبارات های کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ. یه گپادی نیست. ببینید در این چقدر پلان های خود اونا تطبیق میکنن. یک، مردم افغانستان به نام تروریست در کل جهان معرفی میکنن. دو، ما شما رو به نام مردم ضد فرهنگ معرفی میکنه. سه، تیر دیگهش در سینه امارت اسلامی است که میگه شما نمیتونین حکومت داری کده برین. این ما تو چارمش اینمی که مردم ما باید بی سواد بانه و اونا هر کار که بخواین در این وطن کرده برن. ما میشه مثال دادیم که ملت که دوج مردم سواددارش یا مردم باسوادش اضافه است، در اوج هیچ کس نمیتونه ظلم بکنه. ولی ملت که بیسواد باشه هر نوع ظلم میتونین سرشان بکنین، از هر نگاه سرشان ظلم. ببینید می حوادث 100 سال افغانستان شما فکر بکنین، در طول 100 سال همیش تاثیر بیسوادی مردم افغانستان است. پس هر دشمنی که کار میکنن اونا چندین پلان دارن در عقب ازی. اونا میخواین که ببینین اولین ضربات شد دخترهای افغان خورد. اونا آمدن در بین دخترها خود انفجار کردن، انفجار دادن. و در ضمن دیگه پلانشان که میخواین جنگ های فرقه‌ای، جنگ های ملیتی، جنگ های مذهبی، جنگ های سمتی رو سازماندهی بکنن.